میدونیم که مصادف هست با روزی که متاسفانه به توسط امپراتوری عثمانی در ترکیه کشتار عظیمی رو بین ارامنه و همچنین آشوری ها نیز به عمل آوردن و در اصل نسل کشی انجام دادن و میدونیم این عزیزان در این روزها راهپیمایی پیمایی میکنن و اعتراض میکنن ما هم نیز این اعتراض رو داریم ما اعتراض خواهیم کرد به هر نوع بیانصافی و بیعدالتی مسلماً مطابق کلام خداوند که اعلام میکنه برای دشمنان خود دعا کن ما دعا خواهیم کرد اما این رو میدونیم رأی ما به عنوان یک انسان آزاد میباید در جایی که اشتباه و مشکلی هست اعتراض کنیم شاید به خاطر نوع شرایط که در دولت جمهوری اسلامی و فشاری که روی کلیسای ایران در گذشته بود این کلمه اعتراض هی حذف شد هی خورده شد ولی بارها اینو گفتم بازم عرض میکنم خدمتون ایسای مسیح گفت اگر کسی زد تو گوشتون چه کار کنیم؟ اون طرف یعنی در حضور خدا رفتن یعنی با حکمت عمل کردن یعنی با محبت عمل کردن اما وقتی زدن تو گوش خود مسیح مسیح اعتراض کرد گفت چرا میزنی؟ اگر اشتباه کردم دروغ گفتم خب بکر. ولی وقتی درست گفتم چرا به من زدید پس ما کلام خدا به ما این مجوز رو داده که در برابر هر ظلمی ما یک واکنش درست داشته باشیم شتاب زده نشیم چون در گذشته قانونی که کلام خدا انسان ها به, خود، به خود یهودی ها داد این بود که شریعت رو داد تا بتونن رابطه های درست رو انسان ها با خدا با خودشون و با دیگران داشته باشن و بتونن زندگی سالم با شریعت داشته باشن چون وقتی یکی میزد تو گوشی یکی این میرفت خانواده اونم میکشت یعنی اینقدر بیانصافی و بی ادالتی بود و خداوند مطابق کلامش به ما آموخت که در برابر دندان دندان اگر کسی زد دندونش شکود یه دندونمونم بزنید بشکنید این شریعته این قصاصه اما انجیل مسیح به ما عدالت رو داره میآموزه اما در کنار عدالت باید هم بکنیم آیا اگر کسی به خانه شما به محل کار شما حجوم بیاره باعث آزار و اذیت خانواده و خود شما بشه شما باید سکوت کنید هرگز این سو کردن که البته بعضیا بد نگاه میکنن خیلی به سو کردن بد نگاه میکنن بعضیام یه فرصتی پیدا کردن باش بیزینس هم میکنن متاسفانه این سو کردن همون شکایت هستش همون اعتراض هستش اما کلام خداوند از ما میخواد ما به عدالت و به انصاف عمل کنیم امروز در برابر هر بیدادگری هر ظلم و ستمی که توی دنیا هست ما فرزندان خدا باید اولین کسان باشیم و اولین پرچمدارانی باشیم که اعتراض میکنیم به ظلم و ستم اگر کلام خداوند رو بخونیم میبینیم که خداوند نیز اینگونه ما را پند میده خدا مخالف شورش هست قرار نیست شورش کنیم اما باید نیز بخوایم که اعتراض بشه تا اصلاح بشه اون جامعه اصلاح بشه توی یک موقعیت خوب قرار بگیره تسلیت میگم به ارامنه هموطنان عزیزمون چه در ایران هستن و چه در کل جهان و همچنین ارامنه عزیز که اینجا هستن آشوریان عزیز که در جمع ما هستن و از خداوند میخوایم که خداوند این آرامش و این قوت رو بده و باشه که اعتراض عزیزان ما و همچنین ما دیگه اجازه نده که دیکتاتورها حالا به چه هر ایدولوژی هر نوع ایدولوژی باعث ظلم و ستم بشن آمین که آمده ایم اینجا تا اعلام کنیم زندگی زیباست چون در طول هفته همش میشنویم که مشکلات و سختی ها که باعث این خواهد شد که ما زندگی رو اونگونه که خدا آفریده زیبا نبینیم با اخبارها و موقعیت هایی که در زندگیمون نیز به وجود میاد با احساسات اشتباه حتی نسبت به موقعیت های زندگیمون اما زندگی زیباست همون گونه که هوشنگ ابتهاج نیز اعلام میکنه زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده اندیشان به زیبایی رسند آنقدر زیباست که این بی از برایش میتوان از جان گذشت و ما میدانیم که عیسی مسیح خداوند برای زندگی که خدا به همه ما داد تا درش سلامتی و آرامش داشته باشیم از جان خودش گذشت جان خودش رو داد تا ما درک کنیم بهای زندگی رو بهای عشق رو بهای محبتی که خداوند برای ما مهیا کرد انسانی که می توانست هیچی نباشه امروز موجودی هست نه به شباهت هیچ موجودی بلکه به شباهت خود خدا آفریده شد هرچند که در طول تاریخ از حقیقت و هویت و ماهیت خودش دور شد اما خدا او را فراموش نکرد چرا که یگان پسرش رو برای انسانها داد تا انسانها دریابند در اشتباه هستند در مسیر برخلاف زندگی سالم ایستادند در بخش اول از درس اعتدال در زندگی که امروز بخش دوم از قسمت اول این درس رو ادامه خواهیم داد میل به زندگی سالم رو انگیزه همگانی دانستیم که با دانشمون با تجربیاتمون با باورهای حتی اعتقادی و همچنین با تعلیمات، تعلیماتی که داشتیم سعی و تلاش میکنه انسان به اون هدف اصلی برای زندگی سالم نیز بتونه قرار بگیره اما از آنجایی که انسان مطابق کلام خداوند در پیدایش اعلام میکنه انسان شکل خدا آفریده شد ناخودآگاه در وجود انسان کششی هست که بتواند در مسیر استعدادهاش آرزوهای دلش و همچنین نیازهاش و انگیزه ها در بالاترین موقعیت خودش رو سوق بده برای کامل شدن و این انگیزه در وجود انسان هست در وجود هر انسانی هست اما این هوشیاری رو نیز می باید داشته باشیم که مواد و اشتیاق به و استعدادها و انگیزه های ما دلیلی بشه که ما زیاده خواهی بکنیم و یا اینکه زود خواهی بکنیم یعنی زودتر از آن چیزی که لازمه زندگی سالم هست ما در اون مسیر خودمون رو قرار بدیم و از زندگی اعتدال که یک زندگی مناسب هست دور بشیم و نیز در افراد و تفرید قرار بگیریم و در بیعدالتی و در بیانصافی نیز عمل کنیم کتاب مقدس به ما یادآوری میکنه که اولین کسی که به دام زیادخواهی گرفتار شد شیطان بود با توجه به اینکه خداوند او را زیباترین فرشته آفریده بود بهترین مقام رو به او داده بود در جایگاه بسیار خوب او را قرار داده بود اما چون به اعتدالی که آفریده شده بود نایستاد اسیر زیاد شد که در راه هلاکت خودش رو قرار داد در کتاب حزقیال حزقیال نبی 28 14 خطاب به شیطان اینگونه میگه از طرف خداوند تو کروبی مس شده سایه گسترده بودی و تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدس خدا بوده باشی و در میان سنگ های آتشین میخرامیدی و از روزی که آفریده شدی تا وقتی که بینصافی در تو یافت شد یعنی از اون جایگاه اصلی هدف خلقت دور شدی به رفتار خود کامل بودی تا اون زمان اما بعد میدونیم که زیاده خواهی شیطان او رو به طمع و حرس نیز تشویق کرد تا گامهایی رو برداره که چه بسا میتوانست در آینده جزء برنامه خدا بود اما گاهی زودخواهی ما نسبت به نیازمون به ما آسیب میزنه در کتاب اشعیای نبی باب چهارده آیه سیزده نیز باز اشعای نبی خطاب به شیطان از طرف خداوند میگه و تو در دل خود میگفتی به آسمان سعود نموده کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت یعنی این نظریه و زیاده شریر بود که خودش رو در گام بالاتر از آنچه که خدا قرار داده بود میبینه و بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود بالای بلندی های ابرها صعود کرده مثل حضرت اعلا خواهم شد یعنی خدا لیکن به حاویه یعنی جهنم و به اسفلها یعنی انتها به اسفلهای حفره فرو خواهی را و مولوی نیز اعلام میکنه هر که را باشد طمع الکن شود یعنی گویا لال میشه نمیتونه صحبت کند هر که را باشد طمع الکن شود با طمع کی چشم و دل روشن شود و شیطان نیز از اون جایی که به زیاده خواهی رفت این ویروسی که همراهش بود رو متاسفانه نصیب انسان کرد به توسط حوا و حوا رو در این مسیر به زیاد خواهی آلوده کرد در پیدایش سه پنج الا شیش می خونیم. که شیطان به زن میگه بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید منظور اون درخت نیکوبت هستش شاید تصور ما اینگونه باشه توی باغ عدن خدا تو تا درخت گذاشته نیکوبت و یه درخت هم گذاشته به نام حیات آیا خدا در نظر نداشت که انسان از اون استفاده کنه اگر در نظر نداشت چرا این درختها رو قرار داد اما اگر در نظر داشت چرا انسان رو من کرد من بر این باورم که خدا در نظر داشت که انسان از اون درخت استفاده کنه اما به وقتش به زمانش به موقعیتی که رشد باید میکرد و کامل میشد خدای ما حکیمه آمین پس روی حکمت کار انجام خدای ما اهل هیله نیست بگیم یه درختی رو گذاشته حالا ببینیم انسانی که کنجکاو آفریده انسانی که آزاد آفریده نباید از این بخوره وقتش نبود به وقتش حتما خدا به خود آدم و حوا میگفت از اون درخت بخورن وقتی که تعلیمات بهتری میگرفتن و رشد میکردن همان گونه که هیچ والدینی نیستن وقتی میرن تو فروشگاه با بچه ها حالا تصور کنیم 5 ساله هستن بچه ها دارن میبینن همه نوع خوراکی رو میخرن بستنی شکلات گوشت همه چیز میخرن ولی وقتی وارد خونه میشن میگن ما بستنی میخوایم یه دونه بهش میدن میگن میخوایم نهار بخوریم تمام اون جبه بستنی که دوازه تا دونه هست و نمیذارن جلوی بچه به وقتش میدن و خدا چقدر بیشتر به وقتش به ما میده آنچرا که امروز آرزوی دل نیازت از حقت میدونیم اگر خودت رو به خدا سپردی و به او تو... توکل کردی در مسیر زیاد خواهی خودت رو قرار نده مطمئن باش که به وقتش خواهی گرفت اما شیطان از انگیزه زیاد خواهی هوا استفاده میکنه مواظب باش از انگیزه زیاد خواهی من و تو شیطان استفاده نکنه حتی بعضی از زیاد خواهی های ما که میتونه خوب باشه مثل ورزش مثل اینکه زیبا باشیم تیپ خوبی داشته باشیم مثل کار مثل پول اینها خوبه اما وقتی زیاده خواهی میشه شیطان از همون زیاده خواهی ها استفاده خواهد کرد وقت شد بیشتر در این رابطه صحبت میکنیم اعلام میکنه بلکه خدا میداند شیطان به حوا میگه در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و خواهید بود و چون زن دید آن درخت برای خوراک نیکوست تبلیغات تاثیر میذاره تبلیغات که توی دنیا هست رو اینترنت هست رو تلفن هست برای هر مورد موردی تاثیر میذاره آن درخت برای خوراک نیکوس و به نظر خوشنمام و درختی دلپذیر و دانشافزا پس از میوهش گرفت بخورد و به شوهر خود نیز داد و او نیز خورد همون گونه که یک ضربالمثل انگلیسی اعلام میکنه تمه به همه چیز از دست دادن همه چیزه آدم و حوا تمه کردن به زیاده خواهی باغ عدنی که خدا مهیا کرده بود که حتما از اون درخت باید استفاده میشد حتما از درخت حیات هم استفاده میکرد چون خداوند انسان رو نیافرید که بمیره نیافرید که در ظلمت قرار بگیره نیافرید که مریض بشه خدا انسان رو آفرید که در سلامتی و حیات جاوید باشه اما میباید انسان تعلیم میگرفتش پس آدم و هوا به زیاد خواهی که متاسفانه خود را فریب دادن و از فریب شیطان یافتن به چاه نیز گرفتار شدن در اول تیموتائوس 6 ده اشاره میکنه به آنچه که الان خوندیم میدونیم گناه یعنی نزدن به هدف و هدف یعنی شکل خدا شدن آدم و حوا فریب شیطانی رو خوردن که خود به دام زیاد خواهی گرفتار شده بود و این زیاده خواهی به تعریف یعنی تمع درسته؟ یعنی هرس پس کلام خداوند مطابق اول تیموتائوس 16 اعلام میکنه زیرا که طمع ریشه همه بدی هاست که بعضی چون در پی او میکوشند تلاش میکنن برای زیاد داشتن عرض کردم حتی چیزهای خوب در زمانی که لطف میکنید عرایز منو گوش میکنید یه دوری هم تو افکارتون بزنید چه چیزهایی توی زندگیت هستش که داره جذب میکنه افکار تو رو تمرکز تو رو و از تو رو داره از اون تعادل در میاره حتی چیزهای خوب زیرا که تمر ریشه همه بدی هاست که بعضی چون در پی آن میکوشند از ایمان گمراه شده خود را به اقسام یعنی به موقعیت ها تقسیم ها درد ها سفتن قرار دادن در شرایط رنج ها خودشون رو قرار دادن و گاهی آدمی زیاد خواهی و طمع رو اینگونه تعریف میکنه میگه این یه حکمته چون که این باعث میشه من به فکر آینده باشم آینده نگری کنم من برای آینده دارم اندیشه میکنم این زیاده خواهی نیستش بیشتر دارم پسنداز میکنم موقعیت خودم رو نیز در نظر میگیرم که بتونم جسم سالمی داشته باشم موقعیت زندگی خوبی داشته باشم بچه هام رو در آینده نیز تأمین کنم اما ما میدانیم آن حکمتی که درست هست و مطابق نامه یعقوب سه میگه از طرف خدا میاد از آسمان میاد باعث آرامشه اگه فکر میکنی زیاد خواهید به تو آرامش داره میده اون زیاد خواهی نیست درست استادی اما اگه زیاد خواهی داری میکنی در هر بودی اما آرامش نداری و نمیتونی تمرکز درست تو ابعاد دیگه زندگی داشته باشی بدون که جایگاه درستی نایستادی چون همون گونه گفتم در نام یعقوب سه17 میگه آن حکمتی که از آسمان میاد باعث صلح و نیز باعث آرامش خواهد شد و در کتاب جامعه 17 11 الی 12 میخونیم اعلام میکنه حکمت زیادتر از ارث ارزش دارد از اون ثروت و هر کس در این دنیا باید از حکمت برخوردار باشد پس لازمه زندگی سالم این هست که ما حکیمانه و با خرد زندگی کنیم حکمت و ثروت پناهگاهی برای انسان هستند واو پس هر دوش خوبه به عنوان یک پناهگاه هستند ولی برتری حکمت این است که به انسان زندگی میبخشد به انسان حیات میده به انسان اون اعتدال درست زندگی کردن رو میده تا مبادا به چاهای مشکلاتی که باعث ناآرامی او خواهد شد بشود و ما مطمئن هستیم که اگر اجازه بدیم در اون اعتدال قرار بگیریم هرگز به افراد خوشی و شادی هامون رو قربانی نخواهیم کرد چرا که شخص زیاد نسبت به موضوعی که زیاد خواهیم میکنه متاسفانه خیلی چیزا رو باید قربانی بده و قربانی میده یعنی در اصل این میشه که هدف وسیله رو توجیم میکنه حالا هر کسی در برابرش هست چون میخواد به اون هدف برسه حتی عشق رو قربانی خواهد کرد یک شخص زیاده خواه و این خطر همیشه برای انسان ها بوده که میباید درست به زندگیشون نگاه کنن تا مبادا زندگی خودشون رو در پرتوی قرار بدن که هیچ آرامشی نیستش و وقتی که انسان ها به زیاده خواهی به قدرت و مقامی بالا میرسن متاسفانه از زندگی اونها ظلم و ستم جاری خواهد شد به جایگاه که میتونن تسلط بر مردمانی داشته باشن همه ما به نوعی یادمون هست و اگر جوانان که در اون زمان نبودن سخنان خمینی رو شنیدن و اینکه وقتی که وارد ایران شد با توجه به اینکه برای ورود ایشون خیلی ها کشته شدن خیلی ها زندان رفتن چقدر به استقبالش رفتن زندگی خیلی ها رو به خطر انداخت ایرانی ها رو خب ایرانی هایی که ناگاه بودن حقیقتا نسبت به موضوع از جمله خود من اما وقتی تو هواپیما به ایشون گفتن که احساس تو چیست خمینی گفت هیچی و درست گفت درست گفت چرا؟ چون زیاد خواهی خمینی و انگیزه و هدفش مال کشور ایران نبود هرگز کشور ایران رو مانند آنانی که 1400 سال قبل یک مرکز ثروت و درآمد دانستن تا بتوانند دنیا را به قارت بکشن خمنی نیز این انگیزه را داشت و این کارو کرد سخنانش اعمالش و مریدانش تا به امروز هیچ کشوری شما پیدا میکنید که تو اون جنگ باشه دست ایران اونجا نباشه برید تحقیق کنید لطفا هیچ کشوری نیست چون که خمینی به فکر این بود که جهان رو تحت تسلط ایدولوژی خودش بیاره و زیاد خواهی این آسیب رو میزنه همان گونه که در امپراتوری عثمانی میدونیم که فردا مصادف با چنین روزی هستش 24 اپریل این همه ارامنه و مسیحی ها رو امپراتوری عثمانی کشت تا بتونه دنیا رو فتح کنه و قدرت خودش رو فتح کنه پس اونجایی که شما ظلم و ستمی رو میبینید این رو بدونید که این افراد همون افرادی هستن که به دامی که شیطان قرار گرفت آنان نیز قرار گرفتن حالا خمینی رو ما گفتیم هیتلر میتونه باشه استالین میتونه باشه و هر افرادی که در این موقعیت در ظلم و ستم مردم رو قرار میدن ولی برخلاف اون عیسی مسیح روی صلیب رفت برای بشریت جان خودش رو داد اون مرد تا همه مردم بیگناه بشن. اون نگفت دیگران بمیرن برای ایدئولوژی من. مسیح مرد تا همه بیگناه بشن. حتی وقتی روی صلیب بود میدونیم که دو تا دوزم این ورونور مسیح بودن. درسته؟ یکی از این دوزها اعلام کرد که من تو رو قبول دارم. میپذیرم. آیا میشه من در کنار تو باشم در فردوس؟ و میبینیم که در لغا 23 43 اعلام میکنه تو امروز با من در فردوس خواهی بود ایسای مسیح آیا احساس نداشت؟ آیا ایسای مسیح اون شخص رو درک نکرد؟ صد درصد درکش کرد احساسش رو درک کرد موقعیت رو درک بهش نگفت تو هنوز کلاس مسیحیت چیست نرفتی هفت ما باید از این دوره بگذره تو هنوز به دعای توبه رو برات نخوندی هنوز تعمید نگرفتی خیر عیسی مسیح شرایط رو میدید در کرد احساس رو و چون زیاده خانه بود و آمده بود زندگی اعتدال و معتدل رو به مردم معرفی کنه بهار همیشه جاوید رو به مردم بده میباید از عمق وجود تک تک انسان ها با خبر بود و از عمق وجود اون شخص دوز با خبر بود از پشیمانی او با خبر بود اما بالاتر از اینه که اون یکی دوز که مخالفت کرد با عیسی مسیح و عیسی مسیح رو روی صلیب محکوم کرد مسخرش کرد حتی عیسی مسیح او رو درک کرد حتی نسبت به او احساس خوبی داشت حس کرد اون رو شرایطش رو درک کرد چرا که در همون انجیل لغا 23 می بینیم که مسیح اعلام میکنه ای پدر اینان را بیامرز یعنی همین دوزه که من رو محکوم کرد و آنانی که به من آب دهان ریختن توهین کردن دست و پامو سوراخ کردن پهلومو سوراخ کردن فهاشی کردن به من شلاق زدن آنان را ببخش چون مسیح احساس تمام اونها رو درک میکرد آمین و امروز ما احتیاج به چنین رهبری داریم ما احتیاج به پادشاهی داریم که از عمق وجود ما با خبر هست و اون هست که میتونه ما را آزاد کنه اون هست که ما رو درک میکنه شاید پدر و مادر ما رو درک نکنن شاید والدین ما رو درک نمیکنن شاید دوستان ما ما رو درک نمیکنن همسر ما شاید ما رو درک نمیکنه اما مسیح ما رو درک خواهد کرد مسیح ایران رو درک میکنه مردم ایران رو داره درک میکنه براش مهم هستش و وعده داده که بر قلب ایرانی ها سلطنت خواهد کرد مسیح نیامد که بگه من هیچ حسی ندارم هیچ احساسی ندارم به ایرانی ها. گفت تمام وجودم حس برای مردم بشر چرا که آنانی که گناه میکنند و مرا تایید نکردن و آنانی که مرا تایید کردن من آنان را دوست دارم یک سرود زیبایی داریم که معمولا خونده میشه این گونه است پادشاهان جهان جان گیرن تا سلطان عالم شوند شاه ما عیسی مسیح جان خود داد تا سلطان قلب ها شود و این کار خداوندمون عیسی مسیح هست و اون کسی هستش که میتونه ماها رو از زیاد خواهی و از تفرید نیز نجات بده و ما انسان هایی که در ظلم و ستم هستند مطابق کتاب یعقوب ایوب 24, 22 و 23 این گونه اعلام میکنه خدا با قدرت خیش ظالم را نابود میکند آمین آمین که ما ایمان داریم هیچ دیکتاتوری نخواهد ماند جمهوری اسلامی هم نخواهد ماند اما این برای نیست که ما سکوت کنیم ما اعتراض میکنیم دعام میکنیم اعتراض ما مرگ هیچ کس نیست اتفاقا هم وطنان عزیز گاهی تصور بر این نره که ما سیاسی هستیم هرگز ما داریم راه و باز میکنیم اون بسیجی و اون پاسدار که به اندیشه بیخردانی باید کشته بشن کشته نشن ما داریم میخوایم راه و باز کنیم اگر کسی قرار هست به محاکمه بره محاکمه درست بره دادگاه درستی باشه توی دادگاه درست قرار بگیره مطابق کلام خداوند ما توی جایگاهی هستیم که سکولاریزمی که عیسی مسیح معرفی کرد در چهار انجیل اون رو معرفی کنیم همان گونه که بارها از من شنیدید مسیح پادشاه قلب هاست آمین و اگر قرار هست که ما خادمین مردم باشیم باید دولتمندان قلب مردم باشیم و مردم رو محبت کنیم در این مسیر پس هدف این نیست نه حاکمیت هست نه قدرت نمایی هست هدف این هست که انجیل مسیر رو مردم معرفی کنیم بگیم هوشیار باشید کسی رو نکشید ما میتونیم بگیم اعدام نباشه چون ما با قصاص نمیایم جلو انجیل مسیح قصاص رو ما معرفی نمیکنه قصاص در شریعت و انصاف هست اما اعدام نشدن میباید در ادانت باشه و بخشش باشه و انجیل مسیح عدالت خدا رو داره به ما معرفی میکنه تا تحت عدالت خدا قرار بگیریم اعلام میکنه خدا با قدرت خیش ظالم را نابود میکند هر کس که به زیاد خواهی رفته پس هر چند آنان ظاهرا موفق باشند ولی در زندگی امید ندارند آرامش ندارند برای همین خداوندم از ما خواسته ما در کناری که وفادار به کلام خدا هستیم وفادار به قوانین یک دولت باشیم مبادا باعث آسیب زدن و آشوب باشیم و اعلام میکنه ظاهرا موفق باشن ولی در زندگی امید ندارن ممکن است خدا بگذارد آنان احساس امنیت بکنن از ثروتشون از قدرتشون از مقامشون ولی همیشه مواظب کارهای ایشان هست میدونه موقعی که دارن کارهای خلاف میکنن خدا من اون رو داره میبینه و اون افراد زیاده آسیب خودشون رو خواهند خورد همان گونه که شاعر میگه کس نرنجاند تو را در این کیش در زمینی که خدا آفریده در جایگاهی که خدا آفریده کس نرنجاند تو را در این کیش به جز هرس و طمع خیش اون زیاده خواهی پس هرس کم کن ای رفیق ای هموطن روح و جسمت را سبک کن ای عزیز و ما میدونیم روح و جسم ما فقط و فقط در حضور خدا هستش که میتونه اون آرامش رو بگیره و میتونه اون امنیت رو برای ما ایجاد کنه از این رو هست برای زندگی سالم ما در شریعت که موسا داده و در ده فرمان خروج بیست می میخونیم که اعلام میکنه بر خانه همسایه خود تمام مبرز بر ویلاهاش تمام نکن به زن همسایه تمام مورز به غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش بنز آخرین سیستمش و و و هواپیمای خصوصیش تمع نکن خدا بهتر از اون رو میخواد به تو بده و به هیچ چیزی که از آن همسایه تو میباشد تمع مکن و متاسفانه افراد زیادخوا زیاد وقتی که به زیاد خواهی مشغول میشن میبینیم که چاهی رو دارن نگاه میکنن توش که چاه حسادت هست از این رو هست حسادت یکی از ویژگی های افرادی هستش که زیاده خواه هستن و همین حسادت هستش که باعث این خواهد شد که زندگی آرامششون رو از دست بدن مطابق نامه یعقوب 3.16 اعلام میکنه زیرا هر جایی که حسد یعنی هر جایی که زیاده خواهی هست بیشتر از زندگی اعتدالت انتظار داری زیرا هر جایی که حسد و تعصب هست در آنجا فتنه و هر امر زشت نیز موجود می باشند ما امروز به عنوان فرزندان خدا اعلام میشیم آمین اعلام میکنیم خدا محبت است اگر خدا محبت است منم فرزند محبت هستم اگر من فرزند محبت هستم نمیتوانم به زیاده خواهی خودم رو مشغول کنم در هیچ بعدی هیچ بعدی نمیتونم حسادت بکنم به کسی در هیچ موقعیتی که بگم من نسبت به دیگری موقعیتش حسادت میکنم و روش خواهم کرد چرا که اونجا جایگاه من نیست من میباید فقط در مسیر محبت عمل کنم مطابق اول قرنتیان 13-4 از شریف میخونم که اعلام میکنه محبت بردبار و مهربان است در محبت حسادت و خودمی، خودبینی و تکبر نیست ما اون جایگاه نمیتونیم شیم اگر باشیم مطمئن باشید که فرصت دادیم به شیطان که از زیاده خواهی ما استفاده بکنه و ما را به دام گرفتار بکنه حتی به عنوان یک ایماندار برای نمونه در کتاب اول سمویل باب یازده و دوازده ما میخوانیم از میخوام دوم سموئیل باب یازده و دوازده که داوود پادشاه زمانی که اسرائیل در جنگ بود میدونیم که قوم اسرائیل و اصلا کلا در اون زمان به خاطر اینکه زمستان راهها بسته بود و نمیتوانستن به جنگن معمولا جنگ ها رو میذاشتن تو فصل بهار و در اون زمان هم بهار بود هوا هوای خوبی بود و داوود به جای اینکه با ارتش خودش بر علیه دشمنان اسرائیل بره به جنگه میره در بام افتخاراتش یعنی همون بالا پشت بونی که هممون میدونیم اینقدر اش صحبت کردیم که بریم آسمان داوود یخی ما رو میگیره میره بالای بام افتخارات خودش که چه کار کرده چه عظمتی داره چه شکوهی داره و شیطان از زیاده خواهی که داشت نسبت به اون نقطه ضعفش به جای این که بره بالای پشتبان بگه خدای شکر که تو اینها رو به من دادی تو من رو نجات دادی تو این مردم رو اجازه دادی که من پادشاهشون باشم از زیاده خواهی نسبت به شهبتی که داشت داوود حتما داشت نگاه میکنه و شیطان هم برای زیاده خواهی ما دام میگستراند مطمئن باشید یه دامایی رو باز میکنه و نگاه میکنه میبینه یک زن برهنه اونجاست و داره دوش میگیره و اونجا هستش که میبینیم زیاده خواهی داوود گل میکنه و دستور میده به شبع که در همسایگری خانه داوود بود رو صداح میکنن و حالا به به زور میاد اوکی میتونیم بگیم به زور میاد پادشاه دیگه زور میتونسته بگه اما این باز دلیل نمیشه به نظر من به هم زیاده خواه بود چون نگاه میکنه که در برابرش یه پادشاه است درسته که همسرش هم توی ارتش بود به عنوان یک افسر بود ولی اونم زیاده خواه بود میتونست مانع بشه حتی تا مرگش اجازه نمیداد بره جلو و با اون هم بستر میشه صاحب فرزند میشه وقتی صاحب فرزند میشه داوود در هیلهی به کار میبره که همسر او رو بکشه در ابتدا میگه که من کاری میخوام بکنم که اون رو دعوت میکنه که اون بچه رو به دوش اون بندازه و میگه برید با هم باشید ولی اون شخص میگه که من میخوام وفادار باشم و من باید در جنگ باشم چیزی که باید داوود میگفته سرباز داوود نیز اعلام میکنه وقتی اون نمیپذیره داوود در ریا نیز قرار میگیره که بتونه همسر بتشبه اوریای حتی رو نیز بکشه و موفقم میشه حرکت بعدی اشتباه داوود و بتشبه این بود اینا رو اعلام میکنم که بدونیم ما میتونیم زیاده خواه باشیم ولی وقتی قدم زیاده خواهی تو برداشتی متوجه شدی قبل از اینکه به دام گناه دیگه ای بیافتی توبه کن و از خداوند دست یاری بخوام داوود این کارو نکرد بت هم این کارو نکرد ادامه دادن کار خودشون رو و متاسفانه موقعیتشون خیلی بدتر شد و از گناه به گناه بزرگتر و دیگران هم در مسیر گناه گرفتار کردن چرا که اون زمانی که اینا توبه میکردن چه بسا که یه دادگاهی رو درست میکردن برای داوود و محاکمش میکردن اونم توبه میکرد نهاتم بخشیده میشد ولی وقتی که این قصه ادامه پیدا کرد گذشته از اینکه رسوایی برای اون آورد این زیاده خواهی میبینیم که در کتاب مقدس هم داوود رسوا کردن پیش خدام نیز از اون ارزشی که داشت افتاد در کتاب یعقوب یک چهارده الا پونزده میخونیم اعلام میکنه وقتی انسان دوچار وسوسه میشود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد در نتیجه شهوت آبستن شده تازه بعد از اون بدتر میشه برای حلاکت کردن و گناه را تولید میکند و وقتی گناه کاملا روش کرد باعث مرگ خواهد شد و ما میدانیم که مرگ همسر بت شبه نیز به توسط داوود به انجام رسید اما باز نگاه پر محبت خدا به همه ما هست در زمان گناه کلام خداوند میگه من نمیخوام یک شخص شرور هلاک بشه و نیز در نامه ابرانیان اعلام میکنه اگر فرصتی داره داده میشه برای شخص گناهکار برای این نیست که خدا ما را فراموش کرده نه 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 بلکه خدا داره به ما فرصت میده تا ما توبه کنیم و برگردیم خداوند از شخصی به نام ناتان استفاده میکنه ناتان نبی و ناتان نبی میاد اعلام میکنه به داوود چرا که اونم جرأت میخواست که بیاد برای داوود اعلام کنه آن چرا که میخواست به عنوان اعتراض بگه چه بسا که داوود پادشاه دستور میداد میگفتن میگفت اینو بکشیتش نمیخواست رسوا بشه ولی میاد با حکمتی که از خدا گرفته اینگونه میگه میگه در شهری یک شخص ثروتمند بود و دام بسیار داشت گله بسیار داشت گوسفندان بسیاری داشت و یک شخص فقیر بود که در کنار همسر و فرزندانش یه ماده بزم داشت بره داشت و اونو مانند بچه هاش دوست داشت تو همون ظرفی که خوراک میخورد به این بره هم میداد تو همون ظرفی که آب میخورد به این بره هم میداد و مثل دخترش تو کلام خدا میگه اونو دوست داشت ولی میگه اون شخص ثروتمند یک روز وقتی براش مهمان اومد دستور داد تا برای اونو گرفتن و کشتن و برای مهمان اون آوردن همین که ناتان داشت این رو تعریف میکرد داوود پادشاه فریاد میزنه میگه باید این شخص رو بکشیم اون شخص کیه؟ ناتان میگه اون شخص توی تو هستی که خداوند زمانی که شاول در پی تو بود تا تو رو بکشه جان تو رو حفظ کرد تو ساکن شدی تو پادشاه یهود و اسرائیل شدی تو پادشاه کاخ اونجا شدی حرم سرا متعلق به تو بود و آنچه را که لازم داشتی خدا به تو داد و اگر میخواستی بازم بهت میداد اما زیاده خواهی کردی مانند من و شما که امروز قلبم رو مسیح دادیم فرزندان خدا هستیم کلام خدا اعلام میکنه هرگاه دو نفر در نام من آنچه که بخواهند با آنان خواهد داد پس مواظب زندگیمون باید باشیم مبادا زیاده خواهی کنیم چون اگر زیاده خواهی بخوایم بکنیم این رو بدونیم از گناه گناه نیز به دنیا میاد و گناه باعث حلاکت خواهد شد همون گونه که این مثال میگه ای کشته چرا کشتی تا کشته شویم؟ چرا به زیاده خواهی رفتیم چرا تو جایگاه اعتدال و زندگی سالمی که خداوند برای تو مهیا کرده بود قرار نگرفتیم؟ اما خدا رو شکر برای وجود شما ایزان یه دست برای خودتون بزنید میگم چرا ناتان یعنی خدا داده است خداوند ناتان رو ناتان نبی رو فرستاد برای داوود امروز ناتان همین کلیساست برای من و شما ناتان همین کلام خداست برای من و شما ناتان در حضور خدا رفتن هست که خدا با قلب تو صحبت میکنه کلام خدا رو میخونی و روح القدس تو رو ملزم میکنه تا قبل از اینکه که بخوای گناه بزرگتری بکنی خداوند مانع بشه و تو و من توبه کنیم و بتونیم در حضور خداوند در راستی نیز زندگی کنیم جایگاهی که میتونه برای همه ما مناسب باشه آمین بریم با هم دیگه نامه فیلیپیان رو داشته باشیم فیلیپیان چهار چهار الا هفت رو این آیات آیاتی هستش که خواهش میکنم حفظش کنید برای زندگیتون مفید هست این آیات آیات ثابت هست و این آیات ثابت رو اونقدر استفاده میکنیم تا بتونیم توی زندگیمون به کار ببریم بفهم در خداوند دائما شاد باشید آمین. و باز میگویم شاد باشید اعتدال شما بر جمیع مردم معروف بشود خداوند نزدیک است برای هیچ چیز اندیشه مکنید بلکه در هر چیز با سلات و دعا با شگذاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید آمین آمین،, آمین. آمین. <تصفح> پس تو شگذاری هست اندیشه درست هستش وقتی نگاه و اندیشه از حقیقت زندگی دور میشه اونجا هستش که زیاده خواهی ما را به اسارت خواهد گرفت و جامعه را خراب خواهد کرد ما میدیم که جامعه‌ای که به زیاد خواهی گرفتار میشه متاسفانه نسل آینده توی تعلیمات درست قرار نخواهند گرفت و زندگی اونها در مسیر فساد و فقر و ظلم و ستم نیز خواهد بود شاعر این گونه میگه روزگاری است که همه نفع خود را میخواهند آیا این گونه هست یا نه همه نه ولی ما فرزندان خدا کلام خدا میگه نفع خود را نخواه. <applause> به فکر روبروت هم باش روزگاری است که همه نفع خود را میخواهند همه از دوست فقط منفعت خود را میخواهند آنچه دیدند به مقیاس نظر میسنجند آنچه که دیدنی هست آنچه که شنیدنی هست همون را دارن باور میکنن تبلیغاتی که هستش آنچه دیدن به مقیاس نظر میسنجند عشق را همه با دور کمر میسنجند هست دیگه یا نیست خیلی باید سلامتی خوبه ولی خب باید خیلی هم هوشیار باشیم تبلیغات دنیاست دیگه خب طبیعی است که یک روزه به پایان برسد عاشقهایی که سر پیچ خیابان برسد وقتی همه چیز به یک نگاه شده به زیاده خواهی اون حوث شده نه عشق در اونجا تعریف درستی داشته باشه بریم با همدیگه نامه کلوسیان سه یک الهیو نیز داشته باشیم پس چون با مسیح برقیزانیده شدید آنچه را که در بالاس به طلبید آنچه که در حضورش میری حتما چیزی که احتیاج داری براش دعا کن کلام خدا میگه نسبت به آرزوهای دل تو من سبقت میجویم یعنی بیشتر رو میخواد به ما بده اما وقتی میری در حضور خدا خدا طریق به دست آوردن آنچه که مناسبت هست رو به تو خواهد داد و این گونه نیستش که خودم برم عمل کنم و در دام زیاده خواهی اسیر بشم بله که مسیح هست به دست راست خدا نشسته در آنچه بالاست تفکر کنید نه در آنچه بر زمین است هم به نیازها تفکر کن هم نیازاتو بده به دست خدای بابات اون پدر حقیقی تو هستش بله زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است آمین که ما در تولد تازه در ملکوت خدا هستیم ما تو ملکوت شیطان نیستیم کاملا نوع زندگی ما میباید متفاوت باشه با آنانی که در ملکوت شیطان هستند بله چون مسیح که زندگی ما است ظاهر شود آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد آمین آمین پس امید اصلی و امید حقیقی ما آسمان هست اینجا نیازهایی داریم ولی این نیازها همه تاریخ انقضا داره همیشگی نیستش تا یه مدتی ما رو خوشحال میکنه بعد کم کم برای ما میبینیم که تو اون جایگاهی که همیشه بوده برای شاد بوده برای ما شادی میآورده. آرامش بوده. تو اون جایگاه ما دیگه نخواهیم بود بله پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید زنا ناپاکی هوا و هوس شهوت قبیح و طمع که است تمام اینها از زیاد خواهیم میاد تمام اینها یعنی که من تو جایگاه درست خودم که اعتدال هست نیستم که در هفته های آینده بیشتر در اعتدال صحبت خواهیم کرد بله که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می آید که شما نیز سابقا در اینها رفتار می کردید هنگامی که در آنها زیست می نمودید لکن حال شما همه را ترک کنید چرا؟ چون اگه ترک نکنی ناآرامی برای من و تو هست ما آرامش نخواهیم داشت زیاده خواهی ما به ما آرامش نمیده یه دقت بیشتری داشته باشه چرا تصور برای این میکنی آی با من چقدر ثروت دارم نه همه ما فرزندارمون رو دوست داریم همسرانمون دوست داریم کارمون رو دوست داریم اگر فکوستون بیشتر از خدا نمیخوام مذهبی فکر کنیم هاشا اگر بیشتر از خدا که خداست که با ماست همه چیز زندگی من هست بخواد به موضوع دیگه ای باشه ناخداغا ما زیاده خواه خواهیم شد حواسمون هم نیست حتی به عنوانی که این ماندار به عنوان یک خادم میبینید تو جای دیگه هستی اولویت رو اگر به خدا بدی به اراده خدا بدی هرگز زیاده خوا نخواهی شد و اسیر میشی شخصی که زمین میخرید خونه میخرید می درست میکرد و میساخت یک روز وقتی وارد یک روستایی میشه میبینه اطراف روستا چه زمین های خوبی داره و میره به ده و اون کت خدا رو میبینه به کت خدا میگه این زمین اطراف رو میفروشی؟ میگه نه میگه چرا؟ میگه ما زمین اینجا نمیفروشیم میدیم به افراد ولی شرط داره میگه یعنی چی میدید؟ مجانی می 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 که مجانی میدیم میگه چه جوری میگه مشروط بر اینکه تو این یک سالی که میگیری اینجا رو بسازی و دومی که برای افراد توی دهکده خوب و مفید باشه گفت میخوای گفت بله رفت چهار تا چوب رنگی آورد گفت بیا این چهار تا چوب میگیری هر چقدر زمین که میخوای عرض و طولش رو مشخص کن و اینها رو بگو گفت یعنی هر چقدر بخوام گفت هر چقدر که میخوای فقط این رو بدون الان ساعت دوازده است. من و افراد توی ده تا ساعت شیش دم دهکده منتظر تو هستیم اگه تا شیش نیایی یعنی یا گم شدی ما امکانات نداریم بیاییم پیدات کنیم و یا اینکه حیوانات وحشی که بیرون هستن تو رو کشتن یه طرف جنگله یه طرف هم کوهستانه برو اینم با تمام خوشحالی حالا هر چقدر میرفت جلو میدید زمین ها بهتر میشن هر چقدر اینقدر رفت رفت برداشت طول و مشخص که به عرض که رسید دیگه به هر دهکده نرسید دیگه خودتون بدونید قصه چی میشه تمع در آنچه که حتی ما نیازمون هست نمیتونه عزیزان به ما آرامش بده شاعری میگه طمع آرد به مردان رنگ زردی طمع را سر ببر گر مرد, مرد مردی مواظب باشیم که زیاد خواهی بر ما تسلط پیدا نکنه به ما حتما آسیب خواهد زد بله لاکن الحال شما همه را ترک کنید یعنی خشم، قیز، بدخویی، بدگویی و فوش را از زبان خود به یکدیگر دروغ مگویید چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کردید توی زیاده خواهید باید توجیه کنی توی توجیهات دروغ میگیم حالا که آزاد شیم دیگه دروغ مصلحتی خدا شک ما در مسیحیت نداریم اون یک دروغ بود امروز هیچ نوع دروغی ما نداریم اما وقتی در مسیر زیاده خواهی اسیر میشیم دروغ مسلطی میاد بله و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل آمین. تازه می شود که در آن نه یونانیست نه یهود نه خطنه نه نامختونی نه بربری نه سکیتی نه غلام و نه آزاد بلکه مسیح همه و در همه است آمین پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا احشای رحمت و مهربانی و تواضع. و تحمل و حلم را بپوشید و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عف کنید آمین. هر هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید چنانکه که مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید توی زیاده خواهی بخشش نیست توی زیاده خواهی محبت نیست همون که که گفتم هدف وسیله رو توجیه میکنه همه چیز از من میخواد ببره عزیزانمون هم نیز از ما میخواد بگیره تا ما به اون هدف زیاد خواهی که داریم بله و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید آمین و سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد پس اگه در حضور خدا از محبت او پر بشیم هر کی زیاده خواهی این دنیا نخواهیم شد چون زیاده خواهی انقدر دیواره زندگی ما رو میخواد بلند نشون بده که فراموش میکنیم دو تا چشم دیگه داره ما رو نگاه میکنیم و اون چشمای خدا هستش و متاسفانه هر گناهی خواهیم کرد وقتی یه اسیر زیاده خواهی میشیم بله که به آن هم در یک بدن خوانده شده اید و شاکر باشید کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید مرسی و این آیه آخر را لطفاً بیشتر توجه بکنید بله و آنچه کنید در قول و فعل همه را به نام مسیح آمین به زبان فقط بخنید. نگید فقط اینجا مرسی که میگید آمین میتونیم همه بگیم آمین, آمین. فقط آمین نگیم عملم بکنیم آمین. باید عملم داشته باشیم فقط به سخن نباشه بله و خدای پدر را به وسیله او شکر کنیم آمین پس کلید رهایی ما از زیاد خواهی که قناعت میشه شکرگزاری هست انسانی که شاکر هست و شک هست هرگز به دام زیاده خواهی گرفتار نمیشه داوود به دام زیاده خواهی گرفتار شد چون شک چیزایی که داشت نبود در این رابطه بسیار صحبت هست میدونم حوصله نیست دیگه بیشتر از این بخوایم ادامه بدیم بریم با هم دیگه اولین نکته رو داشته باشیم یک بار دیگه سوال با. آیا همه بورشور داریم خواهشم اینه که بورشور داشته باشید از این نیست شما میتونید در آینده با فیض خدا به دیگران تعلیم بدین چگونه میتونیم نکته رو داشته باشیم پرویز جان چگونه میتوان زندگی سالم داشت عیزا میتونید تو اون قسمت برشورتون پر کنید اون رو بهر یک زندگی سالم میبایست به اعتدال اندیشید پس نقطه اول اندیشه منه فکرم رو در حضور خدا برم تا دور از هر زیاده خواهی در خداوند عزیزان توی دنیا دوباره اسیر نشیم موقتیه در خداوند دائما شاکر باشیم آمین هاللویا بریم با هم دیگه آخرین آیه داشته باشیم لطفا میتونید داشته باشیم آخرین آیه رو بفهم اول تسالونیکیان 5 16 الی 18 اگر دور از زیاده خواهی باشی، این نص... نص... نصیب شماست این سهم شماست آن چرا که داره میگه بله پیوسته شادمان باشید همیشه شادمان؟ دعا کنید پیوسته شادمان باشید فیلیپیان 4 4 میگه در خداوند شاد باشید باز میگویم شاد باشید م... مهم اینه که عزیزان خودمون رو در حضور خدا ببینیم و اون زمان هستش که ما دیگه هیچ چیزی برای ما معنی این نداره که بخوایم بهش طمع داشته باشیم و هر چرا اون رو داریم ما بله در هر امری شاکر باشید آمین که این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی آمین 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 چند روز پیش لطفا اون آیه هم داشته باشیم اگر داریم آیه چند روز پیش در حضور خدا که بودم لحظه احساس کردم گفتم اگه الان من بگم خدایا یه چیزی میخوام یا تو من بگی فقط بهت یه مورد رو میدم من چی از خدا باید بخوام به یاد سلیمان افتادم گفتم خب سلیمان حکمت رو خواست خب منم بگم حکمت سلیمان هم که حکمت گرفت 300 تا زن رسمی گرفت 700 تا سیغه ای ما هم که چه این جرعتی نداریم مثلا چه این دستور عملی هم نداریم پس اینم به درد ما نمیخوره تازه میگه بعدم رفت گناه کرد توبه هم نکرد پس اون یه حکمت هم به در میبارم ولی وقتی عمیق شدم در حضور خدا دیدم فقط من از خدا یه چیز میخوام اینکه تمام وقت در حضور خدا باشم اینکه خدا مال من باشه من مال خدا باشم وقتی خدا با من هست من همه چیز رو دارم لحظه بیستیم لطفا و با من این آیه را اگر دوست دارید اعلام کنید و این رو بخواهید مزمور 73-25 الا 26 کیست برای, کیس برای من در آسمان و غیر از تو هیچ چیز را بر زمین نمیخواهم نمی اگرچه جسد و دل من زائل گردد لیکن صخره دلم, دلم و حسه من خداست تا ابد آمین <applause> هللویا <بخاشنا>، بفهمید <applause> عزیزان آنچه را که آموختیم روش کار کنیم روی آیات و نیز به دیگران بیاموزید در مسیر عشق و محبت وقتی به دیگران میآموزیم مسیر رو میریم که خوب خودمون یاد خواهیم گرفت معلمینی که جدی هستن زندگیشون عوض خواهد شد <تص>